درود به شما براندازهای عزیز. این ویدیو رو با آخرین اظهار نظر بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره ابراهیم رئیسی شروع کنیم. جهرمی که قبلا گفته بود وقتی یه کالایی گرون میشه رئیسی شب خوابش نمیبره، امروز گفت خوشبختانه فردی رئیس جمهوره که با درد یتیمی بزرگ شده. با این وضعیت بدبستونی که توی رژیم میبینیم، بعید میدونم کسی از مسئولین و ملاها یتیم بزرگ بشن. بالاخره یکی از پدراشون حتما بهشون رسیدگی میکنه. از اون گذشته رئیسی تا علم الهدا رو با اون همه موقوفه مادام العم داره اصلا نیازی به پدر نداره. حالا که رژیم 5 نفر رو که به جرم جاسوسی دستگیر کرده بود در قبال چند میلیارد دلار تقدیم آمریکا کرده، صحبت‌های چند ماه قبل رائفی پور مورد توجه کاربرای مجازی قرار گرفته. برای چی کشورهای مختلف جاسوس رو اعدام میکنن؟ برای اینکه بفهمن هیچ جای شوخی و مسامحه نیست. هر بار شما یه جاسوسی رو پس دادید، این پیامو فرستادید که چی؟ جای مسامحه هست. حتی بازی با امنیت ملی. این میشه اوضاع مملکت. شاکر بوری، طنز پرداز محبوب اینستاگرامی که در اداره اطلاعات آبادان ناپدید شده بود، زیر فشار شدید مردم سرانجام آزاد شد. شاکر بعد از آزادی این کلیپ رو منتشر و برای همه زندانیان آرزوی آزادی کرد. دایی کجا بود؟ زندان. ولی آزاد شد دایی. ان شاء الله آزادی قسمت ای قشنگ کردن بوس بعد زندان بود. قبلش هم از همه جای ایران آثار تغییر و جدا شدن از بند تبلیغات 40 ساله رژیم نمایان شده. امروز مراسم هفتم آصفه شوقی‌پور مادر شادمهر عقیلی در بهشت زهرای تهران برگزار شد. با این تفاوت که به جای تلاوت قرآن، ترانه های یکی از محبوب ترین خواننده های تاریخ ایران در این مراسم به اجرا در آمد. مصاحبه های جنجالی میرسلیم هم ظاهراً تمومی نداره. یه خبرنگار ناشناس در یه مصاحبه بدجوری میرسلیم رو غافلگیر کرده. به دستپاچه شدن و پاسخ عجیب و غریب میرسلیم به این مجری توجه کنید. هم میشه به قضیه نگاه کرد. حالا اون نگاه شما محترم یه جور دیگه. ببینید تو پس زمینه انتقاداتی که به شما وجود داره، پس زمینش یه نکته مشترکه که اونم اینه که آقای میرسلیم حرفش و عملش با هم نمیخونه. حالا من مصداقی بخوام بگم، مثلا ایشون طرفدار فیلترینگه ولی خودشون توی توییتر فیلتر شده عضوه. طرفدار مثلا تولید ملیه، مثلا توی بحثای خود رو اینه، اون امنیت مردم واسه شون هیچ اهمیتی نداره، امنیت جانی مردم. یه سری مسائل اینجوریه. یا مثلا طرفدار اعدام سریه، حالا اون کسایی که بازداشت شده بودن هستن ولی از اون ور فرزند خودشون آزاد میشه علی‌رغم پرونده سنگینی که دارن. یعنی این تناقض است که شاید باعث میشه یه مقدار واکنش نشون بدن، رو شما حساسیت ایجاد شدش. شما این نگاهو چجوری ارزیابی میکنید؟ برای این نکاتی که شما گفتید خیلی جالبه. یا مثلا بین همون تولید ملی که گفتم، مثلا ایشون طرفدار تولید ملیه ولی کفش خارجی میپوشه، مثلا طرفدار ساده زیستی ساعتشون انقده. اون تناقض رو شما تو این مجموعه انتقادات هیچ وقت حس کردید که چنین چیزی ممکن علتش باشه؟ بله 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 کاملا حس کردید. بله تناقض رو ایجاد کردن. نه چرا ایجاد کردن؟ ببینید مثلا تو همون تولید ملی، شما که طرفدار تولید ملی هستید کفش خارجی میپوشید. آقا تولید ملی دارم میکنم، من صنعت کشور دارم میکنم. بعد اصلا چه ربطی داره به 10 سال پیشش؟ خب آخر همون صنعت کشور، مگه کفش داخلی نداریم؟ یا مثلا توییتر رو الان شما چه پاسخی میدید به کسایی که میگن آقا شما طرفدار فیلتر ما یه موقعی داریم از این ابزار دارید استفاده میکنید؟ ببین عزیز من،
یه موقعی ما داریم بحثمون انجام میدیم امروز که در شاهد قرار گرفتیم که تصمیم گیری میکنیم آقا تحریم بکنیم به کالایی رو، امروز تحریم میخوام بکنیم، ولی پارسال تحریم نکرده بودیم که کسانی که پارسال استفاده کردن مجرم هم. الان راجع به کفش میفرمایید، مسائل دارم میزنم، کفش لباس پارچه فلان. الان راجع به توییتر پاسخ شما چیه؟ چون شما یکی میدون جلو نه کس. از این شاخ به اون شاخ نکنید خواهش. اگه امروز گفتیم شما از کالای خارجی استفاده نکنید، مثال ها، از این کالای خارجی استفاده نکنید، از این کالایی که از اسرائیل میاد که هیچ وقت استفاده نکنید، از اول انقلاب بوده، از این کالایی که از آمریکا میاد، آه ما تصمیم گرفتیم که از امسال دیگه استفاده نکنید. امروز یکی از نیروهای باشرف پلیس که دستش به خون جوانان وطن آلوده نشده، اولین فراخوان نیروهای مسلح برای براندازی رژیم و پیوستن به مردم معترض را صادر کرد. این نیروی پلیس در حالی که اسلحه‌اش رو جلوی دوربین گذاشته بود، اعلام کرد به زودی اولین حرکت جمعی اعتراضی نیروهای مسلح علیه خامنه‌ای انجام خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر ملت شریف ایران. ما پرسنل نیروی انتظامی به زودی تجمع اعتراضی در سراسر کشور خواهیم داشت تا بتوانیم با فساد، تبعیض، خفقان و هزاران ناحق دیگر مبارزه کنیم. از شما می‌خواهیم در این تجمع کنار سربازان خودتان باشید و صدای حق طلبی را در سراسر کشور نشنوید. سرباز وطن، استوار یکم آگاهی. بعد از اینکه مبارزین و آزادی‌خواهان ایرانی که 6 ماه تمام در خیابون‌ها با سرکوبگران جنایتکار خامنه‌ای مبارزه کرده بودند، برای تجدید قوا خیابون‌ها را ترک کردند، شخصی به اسم وحید بهشتی پرچم مبارزه را به دست گرفت. این فرد با یه اعتصاب قضایی طولانی مقابل وزارت خارجه انگلستان خواهان قرار گرفتن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی شد. آقای بهشتی با یه فراخوان بزرگ دلیل اصلی ایجاد یه گردهمایی بزرگ توسط ایرانیان مقیم اروپا در لندن هم بود. گردهمایی که البته برای اولین بار اختلاف در اپوزیسیون رو نمایان کرد، جایی که افرادی که گفته میشد طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستند، در حین سخنرانی حامد اسماعیلیون شروع به فحاشی کردند. البته شاهزاده این حرکت رو محکوم کرد. امروز وحید بهشتی بعد از مدت‌ها غیبت و در حالی که فقط چند روز به سالروز زنده یاد مهسا امینی باقی مونده، دوباره فعالیت‌هاش رو از سر گرفت. دوستان، مبارزه یعنی استمرار، یعنی در میدان بودن. هر چقدر که طولانی بشه، ما باید بیشتر این استمرارمون، این مقاومتمون رو به رژیم نشون بدیم. شماها همه می‌دونید امروز جمهوری اسلامی در تمامی زمینه‌ها اقتصادی، سیاسی، بین المللی، اجتماعی، امنیتی وقتی میگم مهمترین بخش از این سیستم‌های هرمی دیکتاتوری است. 2 ترابایت اسناد محرمانه‌شون به خارج از کشور منتقل میشه. بماند 500 کیلو اسنادی که از وسط تهران اسرائیل خارج میکنه. یعنی این که رژیم به آخر رسیده. بنابراین فقط موندیم ما. یعنی اپوزیسیون. اپوزیسیونی که به نظر من باید امروز دستش رو به زانوهاش بگیره و فارغ از هر زنده باد و مرده بادی، فارغ از هر نظرگاه سیاسی که داره که محترمه برای ما، تمامی نظرگاه‌های سیاسی، تمام دیدگاه‌های سیاسی، ولی امروز یادش نره. امروز توماج و توماج‌ها دارن در ایران هزینه میدن زیر شکنجه. بنابراین ما امروز باید، من نمیگم خواب و خوراک رو از خودمون بگیریم، کمی با خودمون فکر کنیم و هزینه بدیم برای آزادی ایران. ایران بالاخره آزاد میشه، ولی ما باید بدونیم که روزی که ایران آزاد شد و ما به کشورمون برگشتیم، وقتی توی آینه نگاه کردیم، با خودمون رو راست بگیم که ما چقدر هزینه دادیم برای آزادی ایران که خیلی خونها برای اون ریخته شد. من تکرار میکنم، صحبتامو میبندم با همین صحبت همیشگی. اگر میخوایم ایران بمونه، جمهوری اسلامی باید بره. قسم به خون یاران ایستاده ایم محکم و استوار تا پایان.
بیداری ملت ایران برای براندازی رژیم نیازمند جدایی از خرافاته، اتفاقی که به مرور در حال افتادنه. به این کلیپ با دقت توجه کنید. ابراهیم وارد کعبه شد و با تبر تمام بت‌ها را شکست و داد دست بت بزرگ تبر را. آنگاه که مردم به شهر آمدند، تمام بت‌ها را شکست دیدند، گفتند ابراهیم را بیاورید. ابراهیم آمد، گفتند ای ابراهیم، چه کسی این بت‌ها را شکسته است؟ گفت نبیلیم. چرا از بت بزرگ نمی پرسید؟ تبر که در دست راست اوست. گفتند چگونه از بتی بپرسیم که از چوب و سنگ ساخته ایم، او که نمی تواند صحبت کند. ابراهیم گفت چگونه خدایی را می پرستید که نمی تواند حرف بزند؟ شخصی از میان جمعیت گفت مگر خدای شما حرف می زند؟ ابراهیم گفت اونی که اینجا سوال می پرسه منم، پس خفه شو.